سلام به همه دوستان باصفای خودم. دور بعدی مذاکرات نزدیک و دلواپسا و ریزشیا و آویزونای نظام همینجوری دارن میپیچن به هم دیگه. دلواپسای تخت و بخت عظما تو مجلس ممجواد ظریف و بردن زیر بخیه. ظریف نظام هم که اشوه‌های شطوریش فقط مال پنج به علاوه یکه، به مجلسیا که رسید جای ظرافت زخامت به خرج داد و با توپ پر از زهرخوری دفاع کرد. معتقدم که هرچه و هرکه انسجام، همدلی و همبستگی ملی و روحیه مقاومت و خودباوری مردم دلاور را تقویت کند، توان دفاعی کشور را افزایش داده است. و هرچه و هرکه بر تبل تفرقه بکوبد، مردم دلاور ایران را تحقیر کند و جهانی را که به عظمت و پایمردی این مردم و نمایندگانشان اذعان کردند به دروغ به شکلی معرفی نماید که گویی توان تحقیر این مردم بزرگ و دلاور را دارند، یقیناً بزرگترین خیانت را علیه امنیت ملی و اقتدار کشور و قدرت دفاعی مملکت مرتکب شده است. خب بابا پیادش با هم بری، نه به اون گل گفتن و گل شنفتنت با لیدی اشتون، نه به این دادار و دودورت جلو جماعت دلواپس. بیا این حرف کریمی قدوسیه، همون گوشکوبی که ظریف و سوال پیچ کرده. یکی از بحث‌های اصلی ما این است جناب آقای ظریف اینجا خیلی از آرمان‌های انقلاب قوی صحبت کردن در همین صحبت کوتاهشان، ولی اون طرف آب که میرن جور دیگری موضع گیری میکنن. آیا ما نمیدونیم واقعا روش دیپلمات های ما همین جور باید باشد؟ نمیدونی؟ خب واسه این که نادونی. این شیوه لورفته همه مارمولک ها و نرمتنای نظامه. تازه صبر داشته باش، این که میره اونور آب از هولوکاست دفاع میکنه و میگه فلان و بیسار و بهمان. ببین اینجا چه قیفی میاد. من و همکارانم با افتخار تمام تلاش خود را به کار میبندیم و همه فشارهای داخلی و خارجی را به جان میخریم تا پروژه صهیونیستی امنیتی سازی القای خطر و تهدیدآمیز بودن ایران را نقشه بر آب کنیم. بابا این ظریف نظام با زبون بی زبونی داره میگه آهای مجلسیا الکی جلوی من قدقد نکنی، خود عظما پشت کاره، یه جرعه رو هم خورده، باقیش هم بهش میخورونی، شما هم برید کنار بذارید باد بیاد. اینجوری میشه که سوال کننده غلاف میکنه و میره خفقون میگیره. تریبون ایشون آقای القایی، یک کلمه شما ببین قانع شدید یا نه؟ هی فلسفه میگین. شما قانع شدید؟ قانع شدید یا نشدید؟ پشت میکروفون بگید قانع شدید یا نشدید؟ اعلام کردم قانع شدید. اعلام کردم. خیلی خوب، متشکریم. آقای ظریف از جناب عالی هم تشکر میکنی. یه وقت فکر نکنی دلواپسی این یارو کریمی قدوسی رفع شده ها؟ نه، دلشونه سر جاشه. مصلحت نظام این بود که قضیه رو بیشتر از این کش نده. اگه شک دارید از این معاون اول شخفری سوال کنید. تمام مراحل مذاکرات با مشورت رهبری است. در دولت تلاش می شود تا هیچ دستور رهبری بر روی زمین نماند و در کوتاه ترین زمان ممکن دستورات رهبری اجرا شود. هیچی دیگه؟ پس چه سوالی؟ چه کشکی؟ چه دوغی؟ هر کی دل واپسه بره بشینه پای توصیه افخم الملوک. خب کسانی هم دل واپس هستن، ما به دل واپس ها هم توصیه میکنیم که به عزم و امید مردم برای آینده اعتماد بیشتری داشته باشه. بله، عزم کوسه واسه زهر خوروندن به دری فقیه جزمه. البته جا جایی که به خود سیدعلی و باقی گماشته‌هاش برمیگردم
با اصل مذاکره اونم به شیوه نرمشی و گرمشی کاملا موافقن. اینها یه دلواپس امامدار حرف آخر رو میزنه. امیدواریم مذاکره کنندگان پیام همایش دلواپسان را گرفته باشند و به پشتوانه نیروهای انقلابی به مذاکرات ادامه دهند. خب اینا که موافق مذاکرن، اونا هم که موافقن، پس دعوا سر چیه؟ چه مرگشونه این باندای گربه‌گوری نظام؟ بریم ببینیم سید علی در این رابطه چه چیزی رو خاطر نشان کرده. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند مسئله تکثیر نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت جوان کشور یک مسئله حیاتی است و باید به طور جدی دنبال شود. زکی، تکثیر نسل چیه نفله؟ چشم باباغوری جک و جونبرای بانده به دهن زهرمال توئه که یه چیزی بگی، یه روزهی بخونی، بعد تو وسط این قائله میگی تکثیر نسل. ما به هیئت دیپلماسی ملت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم، با آمریکایی ها البته بدبینیم، با آنها هیچ اعتمادی نداریم. آها گرفتم آقا، دوزاری موشکاف افتاد، زهر اتمی زده گلوی عظما رو سوزونده، بدبخت از جرهای بعدی میترسه، کوسه هم که تعارف نداره، میخواد اینقدر زهر بریزه تو حلق این ننه مرده تا مثل امامش پس بیفته، بعدم تاج اکبرشاهی و قیس علازالک. اما جفتشون آب تو هاون میکوبن و خشت رو آب میزنن، جفتشون رو باید به یه گاری بس، فینیش یعنی تمام. موسیقی.